دوستان عزیز مسئله ای که وجود داره در بخش اول برنامه امروزمون میخوایم در مورد بحث اقتصاد صحبت کنیم چون امروز خیلی شلوغ میکنن که اقتصاد ایران ضعیفه این حکومت سوء مدیریت داره و بحث خیلی گسترده ای رو دارن مطرح میکنن من اقتصاددان نیستم و در این حوزه نظر تخصصی نمیتونم برم اما وقتی تاریخ رو میخونم به خوبی یعنی هر کسی که تاریخ رو بخونه و یک وجدان تاریخی داشته باشه میفهمه چیزهایی که امروز داره بیان میشه خیلی سیاهتر از اون چیزی هستش که در حال به وقوع پیوستنه یعنی اگر مثلا ما ده تا مثلا مدیر خائن داشته باشیم ده تا اختلاس کرده چشیم شرایط به گونه است که اینو مثلا به توان هزار میکنن میگن حتی نمیگن به توان ده یا صد واقعا به توان هزار اینو میان به خورد ملت میدن و یک فضایی از یعص و نامیدی رو به وجود میارن در حالی که اگه تاریخ رو بخونیم میبینیم این چنین هم نیست و من صحبت های آقای علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد پادشاه رو داشتم گوش میکردم که چند روز پیشم فوت شد و به بهانه فوت شدنشون مصاحبهشون رو بی بی سی با آقای عنایت فانی یک بار دیگه با پخش کرد و در این مصاحبه برام یه سری چیزاش جالب بود که براتون خواهم گفت فارق از اینکه شخصیت علی نقی علی خانی مثبت بوده منفی بوده نظر تخصصیش در مورد اقتصاد و مسائل امروز خیلی برای من جالبه ببینید شاید خیلی ها ندونن مثلا شاهی ایرانی در دوران صفویه 13 برابر پوند انگلیس بوده و ما یک زمانی بود که پولمون خیلی قوی تر از کشورهای تاریک غرب بود تاریک میگم به خاطر که آفتاب ندارن عموما دیگه و عموما با یک سوز و سرمایه خیلی گسترده ای طرف هستن و اگه شما فیلم هایی رو اگه نگاه کنید مثلا داره به اروپای گذشته نگاه میکنه اروپای دیویسی سر سال دو قرن پیش نگاه میکنه حتما مشاهده کردید یک تاریکی خاصی داره بعد مثلا یه عده فقط پولدارن سوار کالسکه ولی عموم مردم فقیرن و یک شرایط خیلی اصفناکی رو دارید تو اونجا میبینید که الان هم همون هست منتها بهش حالا یه رنگ و لعاب گلوبالیستی با کمک رسانه دادن و به شما یک چیز دیگه به خوردتون میدن آن زمان پول ما 13 برابر کشورهای یعنی پوندی که امروز قوی ترین پول جهان هست حتی دلار و یورو همه اینا پوند انگلیس قوی تره اون موقع ما پولمون سی... یک شاهی ایرانی 13 برابر پوند انگلیس بوده یعنی 13 پوند انگلیس میشه یک شاهی ایرانی یا این مسئله باید نگاه کنیم چی شد که اقتصاد ما به اینجا رسید و آیا اتفاقاتی که امروز داره میفته یک نگاهی به تاریخ بکنیم آیا در دوران قاجار نبود آیا در دوران رضا نبود آیا در دوران محمد رضا شاه نبود حقیقت اینه که ما در تمامی این دوره ها مورد یک حمله بیرحمانه تروریستی قرار گرفتیم مونتا این تروریست تروریسم ارزی بود تروریسم اقتصادی بود این که به شما میگن مثلا ریال مثلا دلار آمریکا هفت تومن تک بوده درست میگوین ولی بحث اینه که اون موقع اون هفت تک رو هم کسی نداشته در دوران پادشاهی فقید و مسائل خیلی بحث گسترده است من یک چیزی رو توی روند کار سیاسی سی که یاد گرفتم از سپید نمایی و سیاه نمایی بر آدم اجتناب کنه تا بتونه به یک حقیقتی برسه صحبت های آقای علی خانی رو دوست دارم براتون بذارم که ایشون به عنوان وزیر پادشاه در سنی که بالا سه سال پیش این صحبت ها رو کرده و الان هم فوت شدن ایشون دیگه حالا انواع اقسام اتهامات هم بهش میزنن یهودی فلان خائن بالاست با اینه در مورد شخصشون من مطالعات مستقل ندارم ولی دورادور که همیشه مسائل رو دنبال کردم ایشون رو به عنوان یکی از اقتصاددانهای برتر ایرانی میدونن و در مصاحبه با آقای عنایت فانی این وزیر پادشاه رسما و علنا برمیگرده و میگه که ما در دوران پادشاه از نظر اقتصادی کارهای بس اشتباهی کردیم در حالی که امروز اقتصاددان های جمهوری اسلامی نسبت به ما خیلی کارشون درست داره. این صحبت ها رو گوش کنیم و بعد با همدیگه یک بضاوتی خواهیم داشت اجازه بدید صحبتشون رو بذارم بله گوش با چی باید میشد؟ چی باید اینقدر به بخش خصوصی فشار نمیوردن کنترل قیمت نمیکردن این کار بیرفتی بود برای اینکه شما نمیتونستید بیاید به یه نفر بگید که این جنسی که وارد میکنی این ره به این قیمت تو باید بفروشی و میرفتی توی مغازه‌ای که مردم داشتن قیمت نگاه میکردی میومدید میگفتی که آقا این گرون فروشی کرده و گرون فروشی کی کرده اون وارد کننده کرده در حالی که وارد کننده گوه من این وسط کاری ای نیستم من یه جنسی رو میتونم وارد مملکت بکنم حسابی که من دارم میکنم اینه که این وقتی پولم گرفتم برای جایگزین کردن این چه مبلغ باید خرج کنم اگر این جنسی که آوردم 100 تومنه الان که میخوام اینو جایگزین بکنم قیمت ها شده 110 تومن من باید این صد ده تومن بفروشم که بتونم اون جنس به همون اندازه بردارم بیارم این دولت حاضر نمیشد قبول نمیکرد و شاک که بگم شما حالا به عنوان یک اقتصاددان و یک کسی که دستتون دو کار سیاست ایران بوده سالها چطور می‌بینید آینده ایران رو فکر که چی داره چه به کدوم طرف داره میره ایران ببینید اینا که الان سر کار هستن رو هم رفته حرف‌های بسیار معقولی میزنن چند تا از هم که توی بعضی از جلساتی که آمدن من ملاقات کردم اشخاص بسیار فهمیده ای هستن بنابراین الان من میبینم که دولت یه کادری داره که تا کنون پس از انقلاب بر من ناشنا بود تا این اندازه این برای اولین باره که میبینم چندین نفر آدمایی هستن که کاملا به کارشون وارد هستن و اینها می یه پایه خوبی برای کالای داخل مملکت بگذارن ولی خود اینها هم باید سعی بکنن که در کارشون اشتباه نکنن اشتباهی که ما کردیم و اونم اینه که تمام توجهشون به تهران و چند شهر بزرگ نباشه به سراغ شهرهای کوچک و روستاهای مملکت هم برن و بعدم با توجه به شرایط اقلیمی که در ایران ایجاد شده فضای اقتصادی که در ایران ایجاد میکنن اون چیزی باشه که جوابگوی نیازمندی های مردم در سالهای آینده باشه که اولیش عبارت از آب. خب این مسئله خیلی مهمه از آخر این صحبتشون آقای علی خانی میگن که بعد اینا حواسشون باشه که فقط فکرشون در مورد تهران نباشه به کسی که فکر میکنم در این حوزه ساب نظرم چون در ایران اصلا یکی از کارهای من برگزاری تور بود ما هم مغازه داشتیم و هم که من تور میذاشتم و اتفاقا با همسرم هم در همین تورها آشنا شدم یعنی در اول از همه در کلاس شاهنامه آشنا شدیم و در ادامه داستان در تورهایی که میذاشتیم آشنا شدیم به عنوان کسی که هم ایران خوب گشتم به ویژه در دوران فرارم اون یک ماه اخیری که قبل از اینکه من دستگیر کنم دور افتاده ترین روستاهای ایران رو من رفتم دیدم و در خارج از کشور من نزدیک سی کشور رفتم و این کشورها رو جز انگلیس و فرانسه که فقط پایتختشون رفتم یا روسیه که فقط سن پترزبورگ یک شهر رو دیدم عموم کشورهایی که رفتم ماشین گرفتن ش... شهرشونو شهرشون رو نگاه کردم یعنی مثل آلمان مثل اسپانیا مثل ایتالیا من حتی یونان یونان رو من چندین شهرش رو دیدم و شهرهای گستردی فلان دانمارک استونی همه اینا رو من قشنگ رفتم هفش نروژ همه اینا رو من هفش شهرشون رو رفتم قشنگ دیدم و قضیه رو یک مقدار میتونم با یک اطمینان خیلی محکمی بگم که آقای علی خانی در اینجا خب چون ایران ندیده خبر نداره واقعا در این چهل سال فارغ از همه اون کارهای اشتباه ایدئولوژیکی که حکومت بر سر مردم ما آورد با همین حجاب اجباری و غیره و باعث شد سر یک سری از آزالی مدنی مفت و مسلم ما جوانانمون رو بندازیم در دامن صهیونیسم بندازیم در دامن عقب افتادای برانداز که در ادامه براتون صحبت خواهم کرد که اینها انقدر داغون هستن که خانم یاسمین پهلوی رفته ترانه چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی رو در استوری اینستاگرام خودش گذاشته یعنی اصلا دنیا رو آب ببره اینا رو خواب میبره اینا شدن تازه رهبرانشون انقدر اسکلن چه برسه به خودشون و این یک بخشش مقصر خود جمهوری اسلامی و همین دوستان حزب بود که با یک سری به قول آقای رائفی پور که جدیدنگ و خر مذهبی ها خر حزب ها باعث شدن که جوانان ما مفت و مسلم بشن نیروهای مغز استعماری غرب ولی با همه این وجودها و این اشتباهاتی که این حکومت داشته ما باید یک اعترافی بکنیم در هیچ دوره تاریخی اندازه جمهوری اسلامی چون یک بخشی از این جمهوری اسلامی با گفتمان حمایت از مستضعفین اومد در میدان و درسته در ادامه را خیلی از اینایی که دم از مستضعفین میزدن مثل تیم آقای روحانی و غیره خونه هاشون الان ویلاهاشون در لواسان هست اما همه این گونه نبودن بخشی از همین نیروهای حزب اللهی از ابتدای این شورش 57 حالا این شورش 50 ماهیتش چیز ما کاری نداریم واقعا به این شعار حمایت از مستضعفین اعتقاد داشتن و واقعا در اون جهاد سازندگی خیلی از روستاهای ایرانو چنان ساخته که اصلا قابل مقایسه با غرب نیست اینو من دارم بهتون با اطمینان میگم شهرهایی رو من در قرب دیدم که هیچ امکانات آنچنانی ندارن ولی روستاهای ما امکاناتشون نسبت به خیلی از شهرهای غرب بیشتره اگه الانم هم میخوای بگی اگه ایران خوبه چرا نمیای ایران نمیام تا جون توی سوال کننده در بیاد بیام ایران که حرفای من تاثیر نداره اینجا تاثیر داره رو اعصابتونم و این قضیه را آقای آلیخانی به خاطر که سنشون بالا بود و در ایران چهل سال دور بودن شاید اگه ببین میدیدن این ساخت و سازه که در روستاهای کشور ما انجام شده نظرشون برمیگشت و اینو میذارم رو حساب اطلاعیشون شما مثلا در مورد خور دیدید آبش که مون مشکل خود در کمتر از 20 روز بچه های گارد جاویدان بلند شدن بخش مهندسیشون رفتن اینجا رو درست کردن اینو مقایسه کنید با آب میشیگان میشیگان ایالت یکی دو تا شهر میشیگان در آمریکا از سال 2011 دست به گریبان آب آلوده هستن و هیچ کاری براشون نکردن اینو مقایسه کنید با آبهایی که در اروپا واقعا کلور داره و هزاران درد و مرض در این آبها هست بارها هم خودشون اعلام کردن ولی ما تونستیم مثلا در از 20 روز این آبو برسونیم در یک بخشی که تقریبا خشکه میمانند شد به هر روی این صحبت آقای آلیخانیه، و مشخصا از اشتباهات دوران پادشاه در حوزه اقتصاد میگه به عنوان وزیر اقتصاد به عنوان کسی که تخصص داره و اعتراف میکنه امروز افرادی که بر سر اقتصاد ها خیلی معقولان البته ما میتونیم اینو بگیم که این صحبت شاید اینو انجام داده به خاطر خیانت های ادامه دارش مثلا اون صحبتی که شاید الان بحث از اقتصاددان های اقتصاددان های آقای روحانی رو میگه و غیره این هم میتونیم بگیم این هم یک تفسیره ولی تفسیری که من دارم برای افرادی که در این سن و سال هستن اینا دیگه ببخشی اون چیزی که واقعا وجدانشون میگه میگن چون عموما انسان ها میدید که سنشون بالا میرسه لب مرگ که میرسن عموما خدا پرست میشن با وجدان میشن میگن حالا ما که یه عمر مثلا این دین و خدا و اینا رو قبول نداشتیم بذار این اواخر عمری دین و خدا رو قبول کنیم شاید اون دنیا بهشته واقعی باشه سر کار نباشیم هم این دنیا رو داشتیم همون دنیا رو لحظات آخر عمرشون توبه هایی میکنن ولی حقیقت اینه که میگم قضاوت نمیکنم میشون از ریا اینو میگه یا نه ولی یک چیزی رو میتونم قضاوت کنم ارتباط گسترده من با کسانی که با پادشاه فقید نزدیک بودن وزیر وزرای پادشاه بودن و گفتگوهای زیادی با این عزیزان داشتم خیلی به من میگن آقا تو چرا نظرات مثلا یک دفعه عوض شد ولی که گفتگوهای خصوصی زیادی با این عزیزان داشتم و دا به هر کدومشون در مورد اقتصاد مثلا خب من یک زمانی خیلی دو آتشه بودم خیلی از همینایی که ببخشید اصلا نزدیک پادشاه بودم فامیل پادشاه بودم به من میگفتن آقا آتیش تندتو خاموش کن گفتم چرا؟ میگه حالا همچ... همچینم همچین هم دوران پادشاه ما وضع اقتصادی ما خوب نبودا خب وقتی که تو اینو از زبان کسانی میشنوی که تو فامیل پادشاهی فقید بودن نزدیک پادشاه بودن با پادشاه میشستن مشروب میخوردن پا میشدن یعنی یک حقایقی در کشور ما هست که این اصلا خیلی کمیکه که ما مثلا بگیم خامنه خوب یا بد شاه خوب یا بد اصلا بحث خوب یا بد بودن نیست یه حقایق تاریخی بر ما گذشته که ما اصلا صورت مسئله رو همش داریم پاک میکنیم و افتادیم به دنبال این که بگیم شاه خوب بود یا بد بود یا خامنه ای خوبه یا بده ولی مسئله فراتر از ایناست و سیاه نمایی که امروز در حوزه اقتصادی داره انجام میشه بله اقتصاد ما الان ضعیفه فلانه ولی باید شناسایی بشه چرا و باید این شناسایی بشه آیا در 200 سال پیش نبوده شما برید مردم در دوران رضا رو برید قشنگ با دقت بخونید مردم در دوران رضا در مقاطعی چنان به مشکلات اقتصادی خورده بودن که دعا میکردن احمد شای قاجار بیاد امروز اگر رضا شاه رضا از دهان خیلی ها میشنوید اولا بگم رضا شاه انسان بزرگی بوده در چارچوب خودش و من شخصا به ایشون تعصب دارم اما بایست این حقیقت تاریخی رو با اون نوع عشق نستالژی که میاد به ما میگه رو اینا رو با هم تفکیک کنیم رضا شاه رو باید خودش رو دوست داشته باشیم ولی امروز رضا که دارن تعریف میکنن یا محمد رضا یا از اون دوران که دارن صحبت میکنن به همراه اون حس نستالژی دارن به ما یک بادکنک میفروشن که فقط باد که یه تبل تو خالی دارن میفروشن شما ببینید در دوران رضا مردم ببین احمدشاه قاجاری که در دورانش مردم از گشنگی میمردن همین مردم در دوران رضا بزرگ آرزو میکنن که کاش که احمد شا بر سر کار بود چون نوستالژی انقدر ببینید بحث سنگینی است که شما بدترین دوره تاریخی ما که دوران احمد قاجاره میشه آرزوی مردمی که دارن در دوران رضا شاه زندگی میکنن یا در دوران محمد رضا شاه بعضی از که واقعا اقتصاد به اون مشکل خورده بود و هزاران داستان داشت امروز به توان هزار سپید نمایی میکنن رسانه ها همین رسانه ها اون موقع کارهای درست شاه و برعکس به خورده ما میدادن کارهایی که شاه انجام میداد خیلی از کاراشون درست بود از تلویزیون ملی پادشاه اومدن سیاه نمایی شروع میشه تا بی بی سی حالا همین امروز کسانی که در تلویزیون ملی پادشاه فقی خیانت میکردن امروز رفتن من را انداختن و کسان دیگری اومدن بی بی سی رو دوباره به شکل دیگه تیمش عوض شده اینا حالا کارهای درست شاهی که اون موقع برعکس سیاه نمایی میکنن امروز به توان هزار دارن سپید نمایی میکنن بنابراین این هوش منو توی ایرانی هستش که باید اینا رو تفکیک قرار بدیم و بدونیم که کشور ما اگه مشکل اقتصادی داره چند درصدش بابت سوء مدیریته چند درصدش بابت خیانت های داخلی اختلاس های داخلی ما منکر این اختلاس ها نیستیم این که من دیروز به خدا ب... نه دیروز نبود پریروز مشخصا پریروز قاره آمریکا داشتم کانادا مشخصا داشتم با یکی از این مجریان مطرحه رسانه های دولتی اروپایی داشتم صحبت میکردم حالا نمیخوام مشخصات بگم خب معلوم میشه من در خاطر که یک اطمینانی رو جلب کردم از خیلی از این عزیزانی که در رسانه های دولتی هستن با من خب درد دل میکنن اینا و من نه صدایی ضبط میکنم و نه اه... یعنی چون اطمینانه بخواد جلب میشن نه نامی چیزی میارم وگرنه یعنی من خط قرمزی ندارم این بحث حریم خصوصیه که نمیگم به ایران ساگند داشتیم با هم یک ساعت و نیم گفتگو و بحث میکردیم و من متعجب بودم دیگه روم نشد دیگه انقدر علنی بهش بگم که تو با این سطح سواد و این بینش چگونه این همه سال مجری یه همچین رادیویی هستی یعنی مونده بودم واقعا یه همچین رادیوی دولتی که خیلی شنونده داره با این سطح بینش یعنی آدم شکه میشه مسئله مسئله است که یک مقدار باید چشممون رو بشوریم بشینید پای صحبت وزرای پادشاه فقیر خیلی هاشون تقریبا میگم تمام کسانی که در دوران پادشاه مقام و منصبی داشتن امروز یا مخر سکوت به لبشون گذاشتن یا اگه صحبت میکنن میدونن چه خبره و تحت تاثیر این پروپاگاندای منوتو و بی بی سی و اینا قرار نمیگیرن تنها یک مش آدم های سطحی بی سواد و خالص بهتون بگم عوام هستن که دارن در اون چارچوب گفتمان براندازی سیاه نمایی میکنن علیه کشور ما و سپید نمایی میکنن از دوران گذشته و حتی ببینید کار به جایی میرسه که آرزو میکنن سرباز آمریکایی بر کشور ما پیاده بشه تا با اون مغز استعمار زدهشون از مسائل و سیاهی های قرب میان به ما سپیدی میفروشن این خیلی مسئله جالبی است مگر نه شما آقای آلی فارغ از اینکه ایشون کارش درسته یا غلطه مسئله ای که وجود داره اجازه بدید من اینو باید بیام بیرون بله مسئله ای که وجود داره ریاکتیو م... اه... اوکی مسئله ای که وجود داره اینه که تحت تاثیر قرار نباید بگیریم با دقت بشین صحبت های آقای امیر اصلان افشار با دقت بشین صحبت های آقای اردشیر زاهدی و خیلی از این مقامات یا حتی مثلا جناب مسعود انصاری پسرخاله شهبانو فرع اینا قشنگ با دقت گوش کنید تا بفهمید که بابا اصلا خیلی مسائل متفاوته من اون مسئله اقتصادی یادتون باشه من میگم تخصصی نمیتونم واردش بشم ولی حقیقت اینه که ما در 200 سال گذشته مشکل اقتصادی داشتیم ایزان در 200 سال گذشته مشکل اقتصادی داشتیم و بخشش گردن اختلاسگران داخلی خیانت های داخلی دزدی های داخلی است که در همه دنیا این قضیه هست حالا ویدیو در کشورهای خاورمیانه که دارای نفت ها. هر کشوری که دارای منابع نفتی باشه و شوربختانه اسلام زدن باشه حالا ما مجبوریم اسلام زده باشیم باید که دور تا دور کشورهای ما اسلام سنی هستن اگه همین شیعه هم نبود که قورتمون داده بودن یعنی همین شیعه هم یک سلاح سنگی نیست که در برابر اسلام حقیقی ایستاده و نجاتمون داده هم یعنی ما مدیون شیعه هستیم اینو بهتون بگم درسته من با کلیت اسلام مخالفم چون احتمال با کلیت اسلام مخالفم طرفداری از شیعه میکنم حالا یه ده از این آدم های به من میگن شیعه آریایی خب شیعه چیزی جز آریایی نیست و <تصفح> این دیگه مشکل سواد اوناست که نمیدونن چون بحثای ما سنگینه اینا حق دارن مغزا نکشن خیلی ها مثلا با ما سوار یک قطاری میشن در ادامه را نمیکشه مغز مجبور میشن پیاده بشن چهار سنگم به این قطاره بزنن اینقدر بزنن تا جونشون در بیاد یعنی مسئله اینه که این بحثا بحثای سنگی نیست کار هر کسی نیستش که از توش بسن سالم بتونه در بیاد و تا آخر با تا انتهای ایسکا ما بتونه همراه ما بیاد و این قله ایران شهری رو فتح کنه بنابراین عموما در کشورهایی که دارای انرژی هستن و اسلام زده هستن این اتفاقات همیشه بوده دوزی اختلاس بیشتر بوده ول, ول الان در کشورهای اروپایی آمریکا و کانادا که هر روز اختلاس های آنچنانی هر روز اختلاف های حالا ها دیگه در مورد شرق آسیا دیگه مثل کره جنوبی و اینا نمیگم یا خود چین که حتی اعدام میذاره با وجودی که حکم اعدام داره سر اختلاس این همه اختلاس آنچنانی میلیونی میشه در کشور چین حالا در مورد اونا نمیگم اختلاس و دزدی اینا در همه کشورها وجود داره نه اینکه بگم طبیعیه شوربختانه طبیعی شده این ولی تا زمان تا... از بوده تا زمانی که بشر وجود داشته خیر و شر بوده تا زمانی که از زمانی که بشر وجود داشته دزدی و اختلاس و پاکدامنی و درستی و بدکرداری و همه اینا بوده یعنی اگه بدکرداری نباشه که درست کرداری که اصلا دیگه نمایان نمیشه اما مسئله ما فراتر از این بحث دزدی و اختلاس اینا یعنی با ما دارن یک تروریسم اقتصادی را سازماندهی کردن شما این سریال گاندو رو حتما نگاه کنید به کسی که این حوزه مطالعه میکنم 99 درصد این سریال درسته که چگونه اومدن که ببینن راه های دور زدن ایران و اقتصاد ما رو نشانه بگیرن منو بر این امروز اینقدر داد و بیداد نکنید که آی اقتصاد ما مشکل داره اینا آره داره باید حلش کنیم ولی اینکه بخواید مثلا اینو با یک حرف عوامانه و با یک از این قضیه بخواید مثلا تریبون درست کنید و کلیت داستان رو بخواید همه چی رو مثلا از بین ببرید بهتون بگم فردای پسابراندازی اقتصاد شما هزاران برابر بدتر میشه اگر امروز ده تا اختلاس گردم صد تا داریم هزار تا داریم شما پسابر اندازه اینها رو به توان هزار بکن دوباره این بخش برنامه رو می‌بندم اینم از وزیر پادشاهی فقی در حوزه اقتصاد که میگه ما اشتباه کردیم در زمان شاه اقتصادمون بد بود و امروز خیلی یاد در جمهوری اسلامی کار درست می‌کنه اگه کسی هم ناراحته سرش به دیوار بکوبه ایشون نه مأمور جمهوری اسلامی باشه نه سن و سالش جوریه که مثلا این دروغ‌ها رو بگه که مثلا جمهوری اسلامی بیاد یه پولی تو جیبش بذاره به این میگن عذاب وجدان ببینید بعضیا موی که سفید می‌کنن همراه با این سفید کردن تجربه به دست میارن بعضی هم همراه با این سفید کردن هیچی به دست نمیارن یعنی پوزش میخوام گوساله به دنیا میان گاو از دنیا میرن این ای حرفی که دارم میگم توهین نیست و حقیقت تلخی است که من در خیلی از ایرانیا میبینم واقعا گوساله به دنیا میان و گاو از دنیا میرن این یعنی نمیخوام بفهمن یعنی هر کاری من این مقاومت خیلی از ایرانیا در برابر فهمیدن برای من واقعا متعجبم تعجب دارم میکنم متعجب این داستانم و این بخش برنامه رو میرم قربونتون برم زنده باشید که همراه هستید